Khan Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to be... استودیو تیم نینجا بعد از موفقیت تو سری نیو با یه سری نوآوری و ترکیب جدید با بازی وولانگ فالن داینستی برگشته. با بررسی این بازی همراه زومجی باشین. A forbidden power. توسعه نیو توسط تیم نینجا تونست یه تجربه خاص و سرگرم کننده رو در اختیار علاقمندای سبک هکن سلش و صد البته سولز لایک قرار بده و تو نسخه دوم فرمول مخصوص تیم نینجا تو مقیاس و کیفیت بهتری در اختیار مخاطب قرار گرفت. حالا وولانگ فالن داینستی اومده تا هم حس و حال نیو رو القا کنه، هم نوآوری‌های مخصوص به خودش رو به تصویر بکشه. محصولی که با وجود مشکلات مختلف نمیتونه یه بازی هکن اسلش بی ای و نقص یا حتی فوق‌العاده باشه، اما حس و حالی رو ارائه میده که تا مدت‌ها تو ذهنتون باقی میمونه، مخصوصاً برای هوادارهای افسانه سه برادر. داستان بازی تو دوره هان چین رخ میده، جایی که شما تو نقش یه مبارز بینامونشون قرار میگیرین و با کمک شخصی نابینا وارد ماجراجویی بزرگتر و مهمتری میشین. حالا نبرد بین قبایل و حکومت‌ها چیزیه که برای اطرافیان شما اهمیت بالایی داره و باید بهشون کمک کنین. این وسط یه نیروی شیطانی به اسم دیمونیک چی وجود داره. قهرمان داستان جدا از اینکه به سایر کاراکترهای داستانی کمک می‌کنه، وظیفه سنگینی داره و اونم چیزی جز نابودی سرمنشأ دیمونیک چی نیستش. داستان و شخصیت پردازی وولانگ فالن داینستی در حالت کلی چیز خاصی برای ارائه نداره و یه محصول کاملا معمولی رو از این نظر تجربه میکنی. این در حالیه که اگه از هوادارهای داستان افسانه سه برادر باشین، قطعا داستان و شخصیت‌های وولانگ معنا و مفهوم بهتری دارن. البته که گیم پلی تو سرگرم کردن مخاطب نقش پررنگ‌تری رو ایفا میکنه و شاید تو ظاهر محصولی رو میبینیم که چالش برانگیز و مشابه به نیوه، اما تو باطن نوآوری‌ها و مکانیزم‌های خاص خودش رو داره. وولانگ بازی هکن اسلش با المان‌های سولز لایک و با شروع بازی باید کاراکترتون رو شخصی سازی کنین. شخصی سازی جزئیات خوبی داره و بهتون اجازه میده که تغییرات مد نظرتون رو به خوبی اعمال کنین و پس از آزاد شدن هاب بازی هر زمانی که دلتون بخواد میتونین طراحی کاراکتر خودتون رو تغییر بدین. سیستم مبارزاتی وولانگ اینجوریه که کاراکتر اصلی میتونه از دو سلاح میلی و دو سلاح دوربرد به صورت همزمان استفاده کنه. اینکه چه موردی رو انتخاب میکنین شیوه مبارزتون رو شکل میده. قطعا سلاحایی مثل دوئل سورد یا دوئل هالبرد سرعت ضربه زدنشون بالاست، ولی از اون طرف خیلی آسیب بالایی به دشمن وارد نمیکنن. این در حالیه که سلاحایی مثل چکش یا نیزه عملکردی برعکس دارن و با وجود سرعت پایینشون آسیب خوبی رو وارد میکنن. چیزی که سیستم مبارزاتی وولانگ رو خاص کرده مکانیسمایی که ازشون استفاده میکنی. بازیکن در حالت عادی میتونه هم ضربات عادی هم ضربات خطرناک دشمن و بازها رو به صورت کامل جاخالی بده یا گارد بگیره، ولی یه سیستم پری کردن هم در نظر گرفته شده که یه جورایی محوریت اصلی مبارزات بازیه. سیستم پری بازی طراحی خیلی خوبی داره و استفاده ازش مخصوصا واسه ضربات خطرناک و قرمز رنگ دشمنا میتونه حسابی ارزشمند باشه و سریعا دفاعشون رو بشکنه. پر کردن نوار نارنجی رنگ زیر اچ پی بازها و دشمنا و شکوندن دفاعشون یه ضربه تمام کننده رو برای شما به همراه داره و همین مورد لذت مبارزات تو وولانگ رو افزایش داده. همچنین تعادل خوب بین طراحی سلاح‌های بازی در کنار انیمیشن ضربات تمام کننده یا پری کردن ضربات دشمنا از جمله موارد دیگه‌ایه که مبارزات وولانگ رو جذاب، هیجان‌انگیز و درگیر کننده کرده. سیستم ارتقای سلاح‌ها و لباس‌های جنگی هم کنار سیستم ارتقای خود کاراکتر به شما اجازه میده تا هم سیستم تهاجمی هم سیستم تدافعیتون رو در مقابل عناصری مثل آتش، یخ و موارد مشابه قوی‌تر کنید. مبارزه تو وولانگ فقط به استفاده از شمشیر و تیر و کمون خلاصه نمیشه، بلکه استفاده از جادوها هم مورد دیگه‌ایه که در نظر گرفته شده. با توجه به سیستم ارتقای کاراکتر و کارآمد بودنش، میتونی نوع مبارزتون رو فقط به جادو یا فقط به استفاده از سلاح‌ها خلاصه کنی یا به نحوی خودتون رو لول آپ کنین که بتونین از هر دو مورد استفاده کنین. جدا از مبارزات، وولانگ مثل نیو دارای مراحل اصلی و فرعیه که با انجامشون متریال‌های ارتقا و آیتم‌های مختلفی رو کسب می‌کنی. طراحی مراحل اصلی خوب و سرگرم کننده است، اما مراحل فرعی صرفاً هستند تا شما چی و متریال‌های بیشتری رو کسب کنید. این مراحل شاید از نظر طراحی جالب نباشند، اما پاداش خوبی رو ارائه می‌دهند. اصلی‌ترین و بزرگترین مشکل گیم پلی طراحی ضعیف هوش مصنوعی دشمنان و همراه‌های شماست.
تو بعضی از مراحل به خاطر داستان میتونین نهایت تا دو تا همراه داشته باشین که از کاراکترهای داستانی هست. حالا به خاطر هوش مصنوعی ضعیف بازی بود و نبودشون اصلا کمکی به شما نمیکنه و یه جورایی فقط تو دست و پا هم. همچنین ضعف هوش مصنوعی تو طراحی دشمنان وجود داره و بعضی وقتا چند تا دشمن رو کنار هم جوری میزنین که اصلا متوجه حضور شما هم نمیشن. از نظر بصری ولانگ تو سطح خوبی قرار داره و به واسطه نورپردازی ها و جزئیات محیطی خوب شاهد ارائه تجربه خوبی هستیم. همچنین تیم نینجا میان پرده های سینمایی مختلفی هم در نظر گرفته تا حس و حال سینمایی رو ارائه بده و تو این کارم موفق بوده. جدا از موارد ذکر شده تو بخش طراحی، طراحی دشمنا میتونست بهتر باشه، ولی طراحی باس های اصلی تو بهترین سطح ممکنه و حسابی چالش برانگیز و هیجان انگیز طراحی شدن. با این حال ولانگ از نظر فنی عملکرد مناسبی نداره و مدام شاهد باگ ها و گلیچ های مختلفی. اما با همه این صحبت ها موسیقی یکی دیگه از نقاط قوت ولانگه و به شکل خوبی با مبارزات و میان پرده ها ترکیب شده تا بتونه حس و حال سکانس های مختلف رو به بهترین شکل ممکن الها کنه. صداگذاری های کاراکترها چه تو دوبله انگلیسی و چه ژاپنی تو سطح خوبی قرار داره و افکت های صوتی هم به خوبی روی بازی اعمال شدن. در آخر ولانگ فالن داینستی شاید تو ظاهر شبیه به سری نیو باشه، ولی تفاوت‌های سیستم مبارزاتی و ارتقای بازیکن باعث شده تا یه بازی متفاوت رو تجربه کنیم. محصولی که مشکلاتش تو گیم پلی و بخش فنی رو نمیشه نادیده گرفت. اما با همه این اوصاف یه تجربه 20 الی 25 ساعته جذاب و سرگرم کننده رو ارائه میده.